بهار تو به شکن در هوای میهن من نشسته بر نفسش یاسخای تردامن به شام عشق عزیزان خسته در زندان پرنده ببرد شعر تازه از من بگو به میهن من سرفراز دورانی تویی که در پی اعثار باز میمانی هزار سال به نوروز عشق میخندی و دست حاکم ظالم دوباره میبندی به بار باران برخان سرود یاران را بنوش با دل سرشار عشق ایران را علیرضا نوریزاده دوشنبه بیست و ششم اسفند ماه هفدهم ماه مارس به شما سلام میکنم این بار نه از استودیوی لندن از شهر فرشتگان از لس آنجلس از استودیوی تلویزیون ایران فردا و دو روز دیگه چیزی نمانده است پریدن از روی آتش که گفت فردا و بعد بامدادان نوروز پنجشنبه سال تحویل میشه یک سال دیگر رفت آدم در یک مرحله از زندگیش زمان خیلی سریعتر میشه کودک هستی فکر میکنی خدایا کی میشه من بزرگ بشم مثل بابا قد و اون بشم کار داشته باشم ماشین داشته باشم همینجوری که خود بزرگتر میشه میه بالاتر آخ آرزو میکنی الان چی میشد الان تو دانشگاه بودم دانشگاه تموم میشه وارد زندگی میشی سی سال اصلا نمیفهمی چه جوری گذشت سالهایی که داری میدویی زندگی رو بسازی میرسی به یه نقطه خب حالا موقعی است که یه خود استقرار رو آرامش داشته باشم خیر خیر پایین سرازیری تشی ببرید باید برید به دوستی میگفتم گفتم آدم در این سالهای کمی که دیگه براش مونده باید یه مداد پاکون دستش باشه و نگاه کنه اگر نقطه هایی سیاهی در زندگیش بود و اونا رو پاک کنه برای ماها که اهل قلم و فکر و اندیشه و کلام و گفتار و غیره بودیم خیلی مسئله مهمه که آدم خودش خودش رو زیر ذره بین بگذاره ارزیابی کنه خودش بدون چی کار کرده من این مقاله اگر رزاشا نبود و که نوشتم بعضی از این دوستان چپ من زنجان آقا چرا این کار چرا نوشتی حالا بیکار بودی گفتم نه من نمیتونم در برابر فرزندانم در برابر نسلی که میاد به من میگه آقا این چه کاری بود شما کردین این حالا آزادی نداشتیم دموکراسی اما همه مواهب دیگه زندگی رو که داشتید ما رو چرا به این مصیبت دوچار کردید که نه دموکراسی داریم نه هیچ کدوم از اون مواهب زندگی رو که شما ازش برخوردار بودید به قول اسفند منفرزاده عزیزم دوران خوش تاقوت واقعا دوران خوش استبداد خب میگه اون دورانه که ما نداشتیم ما دوران سرکوب و اعدام همین وحشیگری رو که رژیم دو هفته پیش کرد من فیلمشم نشون دادم جوونی رو داره اعدام میکنه و او فریاد میزنه من مادرمو میخوام و مادر داره فریاد میزنه رژیم سید علی آقای نایب امام زمان حاضر نمیشه به گاه مرگ بگذارد مادر یک لحظه فرزندش رو ببینه چرا؟ چون اون حکمی که صادر کرده حکم جائر است حکم درستی نیست اگر طرفم مجرم باشه فقط این برای فرونشاندن سر و صداست نشسته فکر کنه چرا این این کار کرده همون داستان خانمی که دوست همسرش میخواست بهش تعرض کنه او رو کشته بود چند بار اینو محکوم به قصاص کردن تا سرانجام دیگه طوری آبرو ریزی بود ناچار شدن آزادش بکنن ولی اون یکی خانم دیگر رو کشتن جوونه میاد من میگه چرا این کار شما کردید من باید جواب بدم مسئولم باید بیام براش بگم آره آقا ما اشتباه کردیم ما تصور میکنیم من مرحوم پدرم وقتی مسکو رو دیده بود و اومده بود به من گفت آجان با هر قیمتی شما شما یه بار تشریف بدید این مسکو رو ببینید بد نیست شما مدینه فاضله است براتون دیگه تصور میکنید اونجا آمریکا همه جا بده ولی اونجا خیلی خوبه موقعی که قرار شد ما ادامه تحصیل بدیم بریم بیرون از کشور انگلیس رو انتخاب کردیم گفت مسکو نمیخوای بری گفتن من میخوام برم انگلیس بعد در سال اول سال بعد زمینی که برگشتیم ماشین خریدیم اومدیم ایران از چند کشور کمونیستی عبور کردیم برای من قابل قبول نبود که بخوام اقرار کنم یکی از همسفران من دائم میگو آقا این بود این چیزایی که شما میفرمودید وارد بلغارستان که شدیم دیگه زبانم بند اومد. چیزی نمیتونستم بگم این مدینه های فاضله شما به امید مذرت میخوام مدینه فاضله ای که یه تصویر دروغینی که کتابای صادراتی انجمن روابط ایران و شوروی میفته اون پشت از گوتنبرگ یا کتابخونه بغل مرکز فرنگی شوروی میگرفتی به امید اینا فهمید مثلا شوروی بهشته یا اگر از این اسلامیا بودی تصور میکردی مدینه فاضله رو میخوای بسازی با ملا باقر مجلسی این برداشته ما بود جامعه ما نیازمند اصلاحات بود ما گفتیم نه کلنگ بزنیم ویران کنیم بعد خیلی جالبه متر و معیار ارزشگذاری های بعضی از ما هنوز به عقد تسعمه برمیگرده به دوران قبل از انقلاب بله آقا این امپریالیزم آقا تموم شد آقای باراک حسین اوباما امپریالیزم رو تبدیل کرده به یک موجود بدبخت مفلوک که باید نگاه بکنه با پوتین چیکار میکنه این وتویی که روسا کردن قطنامهی که خیلی هم قطنامه شدید و چیزی علیه اقدام روسانم هم خیلی هم قطنامه سر سازش و تفاهم و غیره داشت وتو کردن چینی هم رأی ممتنه دادن چون لزومی نداشت بازیشون رو کردن وسط چون وقتی شوروی وتو کرد یعنی هیچی سخنان نماینده آمریکا رو گوش میکردم واقعا متاسف شدم به یادم میمد وقتی که نماینده آمریکا در سازمان ملل صحبت میکرد آدم میتونست نگاه بکنه نماینده روسیه هستن یا شوروی حرفی نمیتونست بزنه دوران گرباچوف و بعد همینطوری اومد تا شد روسیه اتحادیه روسیه آقای یلسین حالا آقای پوتین اومد با یه برنامه ریزی یه استراتژی حرف اول رو میزنه معلوم سیدالی آقا باید خوشحال باشه بشار جنایتکار باید خوشحال باشه برای که داره آدم میکشه مثل برگ خزان میریزه و آمریکای باراک حسین اوباما این جرأت و شهامت و قدرت رو نداره که جلوش بیسته یادتونه روزی که صحبت از سلاح شیمیایی شد هی گفتن ان شاءالله نه ممکن این سلاح شیمیایی ممکنه اپوزیسیون اپوزیسیون از کجا سلاح شیمیایی بیاره سلاح شیمیایی که باید با موشکای پیشرفته شلیکش کنن یا باید با هدای خیلی برنامه ریزی شده و که توش چه جور ترکیبی باید باشه بزنن اپوزیسیون از کجا آورد انقدر امروز و فردا کردن در حالی که اونجا اگر ایالات متحده ضربه ای به رژیم جنایتکار اسد وارد کرده بود یعنی حداقل یکی از این تاسیسات نظامیشون رو زده بود اسد سرنگون شده بود اومدن تو تاس لغزنده فریب روسها و رژیم اسد افتادن چون تمام این سلاح شیمیایی رو خود روسها براشون گذاشتن گفتن اسد سلاح رو تحویل می تخریب میکنه تا امروز پنج درصد از سلاح شیمیایی سوریها ها از بین رفته پنج درصد پنج درصد هنوز هست بخشی به لبنان به دست حزب الله داده شده و روسها ها دارن میتازونن الان در شبه جزیره کریمه با توجه به رف، رفراندومی که برگزار شد حالا جهان میگه غیر قانونیه روس قلدر اونجا ایستاده میگه قانونی و اون چقدر با شرافتن اون شهروندان روسی که تو کرملین تظاهرات را انداختن و ایستادن و میگن که کار روسا غیر قانونیه و اینا حق ورود به شبه جزیره کریمه رو ندارن چقدر شرافتمندن که این کارو کردن و آدم واقعا متاسف میشه از اینکه میبینه دولت آمریکا به این درجه از ضعف رسیده که اصلا اصلا حیرت انگیزه یعنی نمیتونم باور کنم چرا امریکا باید اینقدر ضعیف شده باشه چرا امریکا باید اینجور میدون رو از دست بده و راحت راحت الان شما نگاه کنید که حالا براتون میگم خبر رو سیزده کشور رأی مثبت میدن سیزده کشور معمولا اجماع در شورای امنیت کمتر پیدا میشه متا اعضای غیر دائم اگر رأی ممتنع یا رأی مخالف بدن زیاد تاثیر نداره گوی که بعضی از ها میخوان رأی کامل باشه یعنی پونزده تا رأی باشه یا حداقل کشورهایی که صاحب حق عضویت دائم هستن رأی ممتنع بدن نه رأی مخالف روسا خیلی ساده ویتو تموم شد چند روز تلاش برای نوشتن قدنامه سه بار دیگه این کارو با قطنامه های در رابطه با جنایات اسد کرد الان در سوریه در یبرد و در مناطقی از سوریه که محاضی مرزهای لبنانه حالا به فاصله های مختلف در بعضی نقاط 20 کیلومتر بعضی جا 30 کیلومتر بعضی 10 کیلومتر بعضی جا دو 3 کیلومتر نیروهای ارتش آزاد مستقررن در اینجا دیگه داعش و این آدمخورای اسلامی نیستن ارتش آزاد و نیروهای وابسته به ائتلاف ملی و اپوزیسیون هستند یعنی اونی که آقای احمد جربا سخنگوشه در اینجا کاری دارن ارتش سوریه کاری داره میکنه و نیروهای وابسته به اسد و سرداران شانه بوسیده نایب امام زمان و نوکران عراقی و یمنی و افغانش از بالا هواپیما داره همون بشکه های لبریز مواد منفجره و بنزین رو با چاشنی های مخرب میریزه بر سر مردم این رو خونه ی آدم وقتی یه همچی چیزی میفته میتونید تصور بکنید از پنج تا خانواری که اونجا هستن چه چیزی باقی میمونه الان سوریه تمام تلاشش رو داره میکنه که تا جوان آینده هر چقدر ممکنه اپوزیشون بیشتر پس بزنه همدست میدونید من بارها اینجا گفتم داعش ساخته و پرداخته سازمان اطلاعات سوریه و اطلاعات سپاه سردار سلیمانی پدر خانده داعشه و این داعش رو سوریه به وجود آورد فرستادشون تو اراق و این جنایتکاران رفتن تو عراق چه آدم کشیها کردن چه جنایتی کردن بعد از اون اومدن گفتن که خب حالا اینا رو الان تو عراق بهشون احتیاج نداریم کجا میخوایم اینا رو ببریم نه ما الان اراق نمیخوایم اینا رو ببریم. اینا باید بیان به سوریه یه مقدارشون در عراق با اون گروه های وابسته به بس که هنوز هستن جزراوی معاون سابق صدام اینا رفتن و این مجموعه رو برداشتن بردن دوروبر استان انبار رمادی در فلوجه و با ارتش عراق مشغول جنگ شدن آقای مالکی هم نیاز داشت به اینا مالکی یکی از بی روترین افراد در عراق هست خیلی جالب براتون میگم مختدا صدر با عملکرد خودش از نگاه ماها آدم منفوری بود اولین جنایتش مرحوم عبدالمجید خویی رو کشت و بعد جنایت دیگری که فراوان بود بعد این آدمو بردن ایران به سیغه بهش دادن و نشوندن و شیش ماه قرار شد آقا بشه مرجع خب نشد از ترس آمریکا یا مون تا آمریکا یا رفتن برگشت به راه رفی خود خاص جست علمایی بگیره کنار نشست و یه ادم به عنوان طرفدارانش گروه احرار رو درست کردن در پارلمان سی شو تا نماینده در اون مجموعه اعتلاف دولت قانون اینها بخش عمدهش بودن یعنی حتی از حزب دعوه تعدادشون بیشتر در مجلس هم به تمام لوایح و اون چیزایی که در واقع دولت رو تایید میکنه اینا رأی میزنه کم کمک شکاف آشکار آقای مالکی تعهد کرده بود که حالا من حرفای مختلف با هم میاد ولی میخوام بگم براتون آقای مالکی تعهد کرده بود که یک شورای عالی امنیت و سیاست درست بکنه که دکتر عیاد اللاوی رئیسش باشه حالا که حق نخص وزیرش رو سلب کرده قاسم سلیمانی حداقل اونجا بتونه ریاست داشته باشه و بعد وزارت دفاع و وزارت کشورم از, از آن آقای اللاوی باشه مالکی زیر زد درگیر شد مختدا صدر رفت با اللاوی و با آقای بارزانی کاک مسعود بارزانی رفتن با هم صحبت کردن حتی حزب فضیلت نرم نرمک به سوی آقای حکیم دلگیر از جمهوری اسلامی برای اینکه عادل عبدالمهدی رو جلوش رو گرفتن نذاشتن نخست وزیر بشه اونم کم کمک اومد سراغ اینا ولی با این همه یه تشر قاسم سلیمانی و یه تهدید اسخر حجازی باعث شد اینا دوباره سرشون رو به زیر زن. تا اینکه این, این ماجرای اخیر پیش اومد و مقتدا گفت من از سیاست میرم بیرون خب اوضا به هم ریخت بعدم سخنرانی تندی کرد و مالکی رو یک تاغوت فاسد خوند که از بیرون مرسا به ما تحمیل شد مالکی در گفتگو با فرانس اینترنشنال اومد و علیه مقتداست موضع گرفت تظاهرات هفته پیش بود که سه روز تمام در نجف و بصره و بغداد و کربلا علیه مالکی تظاهرات کردن گفتم براتون تصاویر مالکی رو با صدام با اون ریشش یکی کرده بودن و علیه مالکی خیلی شعار دادن تظاهرات کرد در عراق آقای مالکی نیاز داره که این منطقه رو آتیشش رو شعله ور نگرداره که نشون بده به مردم من دارم با تروریست های سنی می جنگم بعدم به عربستان حمله کنه و قطر و پای عربستان بکشه که انگار اونجا جنگ شیعه و سنیه بله وحابی ها اونجا میخوان عراق رو بگیرن و اشاره به سابقه تاریخی و حمله اونا به کربلا و از این حرف از اون طرف در سوریه گروه داعش وابسته به رژیم سوریه به اراده تدارکچی دمشقی حرکت میکنه امروز بهش میگن در این منطقه برو ارتش سوریه میاد بیرون اینا مستقر میشن میرن اونجا یه ده از افراد ارتش آزاد اون دورور یا گروه های دیگر رو میگیرن میکشن بعد مردم قتل عام میکنن بعد اقلیت های مذهبی رو زپ اسلامی میکنن بعدم وقتی بهشون حمله میشه منطقه رو تخلیه میکنن رژیم سوریه معمولیت میده جای دیگه برن دقیقا داعش دست پرورده اطلاعات سپاه و رژیم سوریه است خب در این شرایط سوریه ایالات متحده آمریکا چه کرده؟ بله ما باید قضا بفرستیم برای این آوارگان نه مردم سوریه گدا نیستن مردم سوریه یه ذره شرافت و مردانگی و حفظ پرنسیپ هایی رو میخوان که یک عمر غرب داره داد میزنه واقعا آدم الان میرسه به این نقطه که اون زمان جنگ سرد بعضی از شعار هم دروغ نبود غربی ها واقعا بی پرنسیبی کردن در خیلی جاها به ویژه ایالات متحده آدم میتونست باور کنه وزیر خارجه آمریکا وقتی اسد اعلام کرد که ما از شیمیایمون میگذریم به نوعی تقدیر کردن از این آدم کش صد و هزار نفر رو کشته ده میلیون نفر از افراد ملتش آواره شدن هزاران کودک رو کشته هزاران زن رو کشته مورد تجاوز قرار داده زنداناش از صد هزار زندانی پره کشور رو ویران کرده و هنوز دولت آمریکا امیدواره و اسد میخواد تا ماه جون بکشونه بعدم خودش رو نامزد ریاست جمهوری کنه بعدم بگن در یک انتخابات پاک و تمیز با 99 ممیز 9 درصد آرا برنده شد اون اپوزیسیون قلابی هم که باش رقیبه یه درصد بود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگه شنیدن خبر نامزدی اسد مشمعز کننده است دنیا انتظار از آمریکا نداره مشمعز بشه از آمریکا انتظار اکشن عمل داره نه اینکه بره به سوریه حمله کنه نه جلوی روسها بیسته گردن کج جانکری رو عکسشو کنار وزیر خارجه روسیه واقعا دیروز پریروز بود توی شنبه بود توی روزنامه واشنگتن پست و همین دیدم توی لس آنجلس تایمز اصلا باورم نمیشه گردن کج وزیر خارجه آمریکا شکست نه ساعت هشت ساعت مذاکرات اینا دردناکه یعنی این در واقع به نظر من نشون میده که ایالات متحده بازی رو باخته و حالا فکر کنید اگر این بازی شوم روس ها به نتیجه برسه و کریمه از جدا بشه از اوکراین و بپیونده به روسیه این یعنی چی؟ سرنوشت بقیه ای اروپای شرقی چه میشه؟ فردا ها میرن سراغ مالدیویا پس فردا میرن سراغ استونی لیتون، لیتوانی اینو یادمون باشه ضعف آمریکا متاسفانه آثار بسیار مخربی به همراه خواهد داشت نمیخواستم اینقدر راجع به این مسائل صحبت کنم مسائل ایران بود ولی در بخش دوم برنامه درنگ کوتاهی میکنیم و ترانه میشنویم و در خدمتتون خواهم بود درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم از شهر فرشتگان اینقدر هوا اینجا خوبه وقتی مقایسهش میکنم با لندنی که فعلا ما بیش از سه دست در اونجا ساکن شدیم گاهی فکر میکنم بیشتر از بیشتر عمرم و در این شهر بودم در شهر باران و مه و سردی که انگار حتی تو تابستان باقی است به نوعی در استخوان آدم با آدم چقدر دلش تنگ شده واقعا من دلم تنگ است توی شعر خوندم سه چهار روز پیش براتون احساس میکنم آدم یه بار دیگه فقط بخت اون رو داشته باشه بر دامنه البرز سر بر سنگ به خورشید ایرانی نگاه کنم هم پوستش زیر این نور خورشید و زیر گرمای هزاران هزار سالش بگدازد و جان گیرد و تازه شود میدونم الان همه تون هر کدوم در شهرهاتون با همه گرفتاری های اقتصادی و دستمزد پایین و استاندارد فقر که همینجوری حالا به دو میلیون رسیده با همه اینا و وعده های اهالی ولایت فقیه که همه خونصا شده همه باطل و همه دروغ از آب در اومد اما یه پنجره اینجا باز شده پنجره به سوی بهار به سوی نوروز واقعا باز کن پنجره رو این بهار از بهار دلهامون رو از کینه پاک کنیم بارها من گفتم یه لحظه فکر کنیم بهار پیشین چه کسی با ما بود که امروز نیست و یه لحظه فکر کنیم شاید سال دیگر ما نباشیم یا عزیزی رو که دوست داریم دیگه در کنار ما نباشه پس دم غنیمت است این لحظات کوتاه رو که به سرعت برق میگذرد غنیمت بدونیم از مصاحبت یکدیگر از دوست داشتن یکدیگر از مهر به هم دریغ نکنیم دریغ مجالی برای حسادت برای کینه ورزی برای دشمنی مجالی نیست فرصتی نمانده است مداد پاک رو برداریم زیر باران بریم بشوییم قبار تمام اون تعلقاتی رو که آدم واقعا غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است سرزمینی که چنین عرفانی رو داره سرزمینی که چنین بزرگانی رو داره کسانی که هر بیتشون مصرعشون و هر کلامشون یک دنیا مفهوم و معنا داره آدم اینا رو داشته باشه اون وقت بعد بیاد بره دنبال سید علی آقا دنبال ممتقی مصباح یزدی دنبال ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی یه لحظه به خودتون فکر کنید یه لحظه فقط به خودتون فکر کنید به یاد پیر ماهان بیفتید به یاد نگاه کنید پیر بلخی رو ملای روم میشه بعد اون روز گفتم تو برنامه یکی از دوستان عزیز من که سه نسل ما دیگه, دیگه از دوستی فراتر رفتیم میر اسکندری ها دکتر شارخ اسم فرزندش پسرش رو گذاشته رومی چقدر جالبه من خیلی برام جالب بود تو امریکا آدم اسم فرزندش رو بذاره رومی جایی که برحال رومی الان اعتبار زیادی داره کتابش جز پرفروشترین کتاب ها شده با آدم میباله به خودش افتخار میکنه کتاب تحریر الوسیله آقای خمینی رو به زور به تاجیکستان میدادن من نگاه کردم تو بازار منصور دسته دسته پنج تا پنجشو مردم به یه روبل یعنی به یه غاز میخریدن میبردن تو خونه هیزم به جای هیزم تو آتیش میریختن نون بپزن یا کارهای دیگه بکنن ولی اون وقت کتاب ملای روم ترجمهش در امریکا صدها هزار نسخه به فروش میره اینا رو آدم باید ببینه تعمل کنه چجوری میشه چه جوری میشه شانه متولای ولی جاودانه میشه ابدی میشه حافظ ابدی میشه مولانا ابو سعید ابوالخیر ابدی میشه چی میشه چه تعملاتی هست چه لحظاتی است که از انسان ها یک حضور جاودانه ایجاد میکنه درست میکنه من یادم میاد سال علیشا پیری بود یه گوشه با یه عبایی بر دوش ولی آدم هایی که میمدن به دیدن او هر کدومشون استاد پزشک وزیر سرتیب سلشگر هر کدوم که میمدن به هر حال در وجود او چیزی دیده بودند که در جاهای دیگه نبود یا مرحوم آقای حسن علی نخودکی که ازش تعریف ها می کردن با چیزی در او دیده بودن در بقیه نبود من کاری به خرافات و به این بازی ها ندارم این دکون دستگارم هم هیچ کدومش رو قبول ندارم ولی به منزلت عرفان و به جایگاه والای عرفان اعتقاد دارم و باورمندم بهش برای اینکه دیدم چه میکنه دلتون گرفته حافظ رو باز کنید نیم ساعت به حافظ خلوت کنید بخون نماز شام غریبان به گریه آغازم ببین در درون چه انقلابی ایجاد میشه الا یا ایو از ساقی عدر که اصن. و ناول که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل با ببین چه میگوید حضرت حافظ میخوای تاریخ تو بدونی میخوای خودتو بشناسی برو در برابر حضرت فردوسی صرف و رو آور بگو شای دفترش را و نگاه کن ببین زیبایی روایت عشق زندگی شجاعت مردانگی پایداری یاری رفاقت همه رو تو میبینی وقت انسان با یه همچی گذشتهی بعد بیاد دنبال ممتقی مصبایی هستی بیاد بره امامی کاشانی براش خطبه بخونه رئیس بزرگترین کارخانه کاندوم سازی ایران مراجع عظیم ما هستن اینا دیگه یه وقت مراجع مرحوم ارباب بود مرحوم آشق عبدالکریم حائری یزدی بود حالا مرجع ما کیه میبینیم ناصر عبالمکارم و آقا شبی رو نمیدونم همین حالا دیگه بالاترینشون آقای وحید خراسانی که از وقتی دامادشون رئیس قوه قضایی شدن زبونشون ایشون رو موش خورد دیگه کلامی به انتقاد باز نمیکنم بالی پلیس جمهوری ولایت فقیه از تعطیلی 300 سایت قبار و شرط بندی خبر در سرزمینی که حکومتش با سرنوشت میلیون ایرانی قمار میکنه و زندگیشون رو به باد میده حالا 300 تا سایت شرط بندی رو بستن به عنوان کار بسیار بزرگی مورد بحث و گفتگو قرار میگیره آقای اسخر زارعان معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی هم از خونساسازی مواردی از خرابکاری در تاسیسات اتمی ایران خبر دادن یه نکته رو من بهتون بگم سفری که ناتانیاهو به آمریکا کرد همه جا اشاره شد که آمریکایی‌ها به ناتانیاهو گفتن دست از کشتن دانشمندان اتمی ایران بردار خب این اول این به نظر من یه حکمم بود یعنی قطعیت داد که اسرائیل در کشتن دانشمندان اتمی ایران نقش داشت حالا اون بدبخت کشتیگیر بیچاره رو گرفتن کشتنش به این اسم که ایشون در این کار دست داشته و نقشه کشته و جزو قاتلان بوده کاری نداره ولی خیلی طبیعی است وقتی رژیمی موشک میفرسته برای حماس که بزنن اسرائیلیا رو بکشن اسرائیل میگه اینا هنوز بمب اتمی ندارن ببین چی کار دارن میکنن وای به حال روزی که بمب اتمی پیدا کنن به نظر من آقای روحانی بالاترین کاری که باید بکنه در کنار اینکه بتونه اعتماد مردم رو جلب بکنه که اون نیز پشت هم مبالغه نمیکنه دروغ نمیگه و حقا یه دردی تو دلش هست که گامی برای مردم برداره اولین چیزش اینه که اعتماد سازی کنه جهان اعتمادشو به ایران از دست داده حالا آقای اوباما عاشق شده اون یه چیز جداست عشق ایشون به ولایت فقیه و مقام معظم رهبری اونو میذاریم کنار ولی جهان اعتمادش رو از دست داده جمهوری ولایت فقیه مساوی است با بیاعتمادی بذارید یه مثال براتون بزن ده ماه قبل آقای تمام سلام فرزند دولت مرد بزرگ و سرشناس لبنان یکی از مردان استقلال صاحب سلام فرمان نخست وزیری گرفت بعد از ابراز تمایل پارلمان و مشورتی که فرکسیون های مختلف کردن وقتی میگویم مردان استقلال یعنی اون کسانی که در زمانی که بعد از جنگ جهانی دوم وقتی مانده ها و کشورهای مستعمره استقلال پیدا میکردن فرانسوی ها خیلی سخت بودن تو این کار نمیخواستن این کارو بکنن در نتیجه یه از مردان استقلال هم شدن در لبنان اینا کسانی بودن مثل عبدالحمید کرامی، کسانی بودن به صاحب سلام، کسانی بودن مثل کمال جنبلاد، کسانی بودن مثل کامیل شمعون، کسانی بودن مثل پیر جمیل گرچه مسیحی ها به فرانسوی ها دل بسته بودن و مسلمونا در فکر پیوند با سوریه، ولی مردان استقلال، حسین اوینی بود، بعد عبدالله یافی بود، محمد عبدالمجید بیزون بود محمود خلی خ... خ... چیز بود عرض میکنم خدمتون پدر کامل الاسعد بود اینا به هر حال مردان استقلال بودن که اینها رو در قلعه راشیا زندانی کردن فرانسوی و بعد اومدن پیمان امضا کردن از اون تاریخ به بعد اینا خوری از همه مهمتر که رئیس جمهور شد به الخوری اینا دولت لبنان مستقل رو تشکیل دادن بر این نظام که رئیس جمهوری مسیحی مارونی باشد نخست وزیر مسلمان سنی رئیس پارلمان مسلمان شیعه و های دیگر مثل درزیها ارتودوکسها علویها و ارمنیها و اینا اونها هم سهمی یا آشوریها سهمی از قدرت داشته باشند بر پایه قدرتشون یا مثلا همیشه درزی ها جایگاه ویژه داشتن یا آرتودکس ها سالها وزارت خارجه فقط از آن آرتودکس ها بود به هر روی آقای تمام سلام با یک ارسیه پدر سرشناس خاندان سرشناس خاندان سلام شد نخست وزیر حزب الله گفت خیلی خوب و آقای جنرال اون حالا دولتی که سر کار بود نجیب میقاطی استعفا داده بود به عنوان همینطور دولت کارگزار که کارا رو کنه اما این از نظر قانون اساسی نمیتونست انتخابات اجرا کنه یا انتخابات ریاست جمهوری رو در پارلمان برگزار بکنه چون در لبنان پارلمان رئیس جمهور رو انتخاب میکنه منتها همیشه مقدماتش از بیرون ریخته میشه بعد میرن توی پارلمان حزب الله اومد گفت با اون و بقیه خیلی خوب حالا ما حاضریم تو دولت هم مشارکت میکنیم چه چجوری فرمولی باید درست کنیم چه فرمولی درست کنیم نه تا وزیر مال ما باشه هشت تا هشت تا مال گروه چارده مارس و آقای رئیس جمهور رو نخست وزیر چرا شما یه دونه بیشتر داشته باشید آها برای که ما هر وقت بتونیم قوانین رو وتو کنیم و دولت رو سرنگون کنیم همونطوری که در زمان حریری کردیم اینا گفتن نه هشت نو ما طول کشید مذاکرات پس پرده ایران عربستان آمریکا یا فرانسوی یا به هر حال فرمول تازه ای اومدن درست کردن گفتن هشت 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 هیچ کی مزیت بر دیگری نداشته باشه سه تا هشت هشت تا گروه هشت مارس حزب الله اون و دار دستشون هشت تا گروه 14 مارس هشت برای رئیس جمهور نخست وزیر و ولی جملات کابینه تشکیل شد آمدن حالا مثل هر کشوری کابینه باید یک بیانیه داشته باشه که در لبنان البیان رو وزاری در کشوره عربی بهش میگه در واقع فرست گورنمنت استیتمنت در این بیانیه وزاری معمولا می نویسن هویت حکومت چیه برنامه های اساسیش چیه اینجا حزب الله دوباره انگولک در آورد سفیر جمهوری اسلامی در بیروت آقای قزنفر رکنابادی را افتاد این و اونو دیدن آقا نمیشه حق حزب الله مقاومت آقا این چه مقاومتیه حزب الله ده هزار تا بچه شیعه رو فرستاده توی سوریه دارن آدم میکشن و کشته میشن این چه مقاومتیه کجا با اسرائیل داره میجنگه نه باید در بیانیه وزاری حفظ بشه این سه اصل ملت ارتش و مقاومت هیچ کابینه رو بلا تکلیف کردن هر روز بسات، هر روز جمهوری اسلامی انگولک سوریه انگولک کار به جای رسید که اسد که خودش یه پاش در هواس و به عنوان جنایتکار جنگی اگر زنده به دسته مردم بیفته محاکمه خواهد شد این آدم اومده برای لبنان تعیین تکلیف کرده بله لبنان باید یه رئیس جمهوری انتخاب بکنه که مورد تایید همه باشه گفتن شما حضرت عالی مورد تایید همه سرانجام روز شنبه با چه مکافات روز یک روز جمعه با چه مکافاتی اومدن یه نیمچه فرمول درست کردن که هم حزب الله دست از بازیش برداره و جمهوری اسلامی و هم حرف اونا نشده باشه گفتن فرمولی که بده کردن اینه که خیلی خوب مردم می توانند برای آزادسازی زمین اشغالیشون حالا یه گوشه که اصلا همیشه دست سوریه بوده به با بهانه دیگه اسلحه بردارن و مقاومت کنن که اسمی از حزب الله توی ماجرا نیست و خیلی جالب آقای ابراهیم الامین یکی از نوکرای حزب الله که قلمم داره مزدورانشون برداشتن یک مقاله مفصل نوشتن در اخبار که بله اینایی که تو گوششون پنبه کردن باید بدانند لبنان یعنی مقاومت یعنی حزب یعنی یه گروهی که علی اکبر محتشمی با اون همه سوابق جنایت از رحم جنبش عمل به طریقه سزارین سی سیاسی بیرون آورد و با پول ملت ایران و آموزش سپاه و غیره تشکیلات مافیایی درست کردند که سال گذشته 800 میلیون دلار از راه قاچاق مواد مخدر فقط درآمد داشته غیر یه میلیارد که ایران بهش داده که این تشکیلات امروز میگه من صاحب لبنانم یک جلسه ای در لبنان برپا کرده بود گروه چهارده مارس سمیر جعجا اونجا صحبت میکرد و خیلی جالب بود سمیر جعجا یه روزگاری تفنگ به دست و آدم میکشت و رهبر گروه قوات لبنانیه حالا ولی عاقل شده زندان رفت میگفت یه نکته رو برای من روشن نیست این مقاومتی که حزب الله از آن دم میزند مگه نباید در جنوب لبنان در برابر اسرائیل باشه خانه های قلمون و خانه های مردم سوریه در یبرود اینا چه ربطی به مقاومت داره که ازبالا ویرانش میکنه و سر ساکنانش رو میبره دیروز فیلمی رو نشون میدادن از هزبالا در تلویزیون عربی که چند نفر سوری رو رو زمین انداخته بودن و با لگد اینا رو میکوبیدن و بله شب عیدم یه خبری که شنیدیم گفت حقوق کارگران 121 هزار تومان افزایش پیدا کرد امیدوارم آقای اوسانلو در خیلی خوشحالم که دوست عزیز آقای اوسانلو در برنامه های ما هستند و در برنامه تفسیر خبر با همکارم جمشید چالنگی میان و صحبت میکنند ولی نکته که من میخوام بگم اینه که وضع کارگرها در ایران وحشتناکه حالا حداقل مثل کارمندا 600 هزار تومان اگر گذاشتن ولی واقعا این کارگر با 600 هزار تومان چیکار بکنه کارگرانی که معمولا عائله هم هستن و اینا دردناکه و تلخه و من نمیدونم چه برنامه ای آقای خامنه ای داره چه خیالاتی برای این کشور داره اقتصاد مقاومتی این اقتصاد مقاومتی نمیدونم چه خواهد شد این اقتصاد مقاومتی بله حضورتو رو ارز بکنم که در منطقه ما دو اتفاق دیگم داره میفته این دو اتفاق هم بسیار مهمه یکی این که در پاکستان حملات آمریکایی یا با هواپیماهای بدون سرنشین علیه القاعده و طالبان القاعده که دیگه ریشش زده شده و تعداد محدودی ازشون موندن اخیرا یکی از افراد القاعده مصاحبه باش الحیات کرده بود خیلی مصاحبه جالبی بود خیلی مصاحبه جالبی بود حالا من اگه بتونم یه تیکه در براتون میخونم بعد از این سیاست رو امریکایی تعدیل کردن پایین تر آوردن بدین امید که پاکستان بتونه با طالبان پاکستان وارد گفتگو بشه گوش بدید به این مسئله طالبان پاکستان خواستار ورود به قدرت هستند. مقامات دولتی میخواهند یعنی بر تن حکومت پاکستان که علارغم همه این بازیها در عمل سکولار بوده ریش دارن حنا میزنن ولی یک بانو هم نخست وزیرشون می شده خانم بوتو بانوی دیگری وزیر خارجهشون می شده در پارلمانشون حضور زنان چشم گیره این تر بعضی از روشنفکران پاکستانی رو نگران کرده آیا آمریکا یک نقشه دیگر برای پاکستان داره نوعی اخوان المسلمین پاکستانی رو به قدرت رساندن زمانی زیاء الحق چنین نقشی رو داشت پدر پاکستانم هم اون در بود همزمان اون سو در افغانستان که قرار انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه بعضی از خبرها که از آن است که توجه آمریکا متوجه بعضی از نامزدهای اسلامی است این هم نگران کننده است اگر آمریکا در مصر دید تجربه شکست خورد در تونس دید اسلامیان نتونستن علا رقم بیعت آقای راشد القنوشی در کاخ سفید نتونستن قدرت رو یک پارچه به دست بگیرن اگر در لیبی میبینن علا رقم این که علی زیدان رو از کار برکنار کردن که علی زیدان میگه این کودتا علیه من بود اسلامیا ها دوازده درصد رعی میارن در انتخاب مجلس قانون گذاری قانون اساسی و نگاه میکنن در مغرب آقای بنک ایران نخست وزیر که قبل از نخست وزیری محبوب مردم بود امروز به پایین ترین درجه محبوبیت میرسه و در خود آمریکا آقای اوباما 21 درصد محبوبیت داره آیا نباید در سیاست چون تجدید نظر کنن حتما در این باره باز هم با هم صحبت خواهیم کرد ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد علی رزا نوریزاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم فردا کجا خواهم بود پروردگار بزرگ می اما صدای نوروز کم کمک بغل گوش ماست che ho fatto.